وقتی مادرم شما رو ببینه متوجه میشه که شما مرد زندگی من هستی و به خاطر پول و قیافه و یا اگه زیبایی داشته باشم منو نمیخواد. این بزرگترین شانسی بوده که بعد فوت همسرم به من رو کرده. شما که سالا تنها نبودید نمیدونید که با شما بودن چه افتخاری برای من محسوب میشه. راستی یه فکری به خاطرم رسید. در داشبورد رو باز کنی؟ سر را بری من یه انگشتر دیدم بخرید. به مامانم میگم شما خریدینش. اینطوری حتما خیلی خوشحال میشه. آخه زشت انگشتری رو که من باید بخرم شما حساب کنی. این حرفا چیه؟ همه میدونن که شما مرد خوش حساب و خیری هستی. مطمئن باشین که منم اینو به مامانم میگم. چطوره؟ خوبه، ولی اولی بهتره. اون قبلیه که نگینش بیشتره، اونو لطف کنی. خواهش میکنم. پولا تو ماشینه، شما لطف میکنیم بیاریم؟ حتما. کاری کردم نتونستم درو باز کنم. چند بار بگم اول باید دودمه آبیه رو بزنی؟ من الان میارم. قربان تشریف میبرین؟ اجازه بدید خانمتون برگردن. خانمم؟ سلام مادر، اخماتو واکن، کرای خونه این ما هم جور شد. دختر به خدا این کارا آخر عاقبت خوشی نداره ها. اصلا بگو ببینم مادر، من کی از تو خواستم خرج دوا درمونه نیما رو از این راه در بیاری ها؟ حالا نیما کجاست؟ طبق معمول دلش گرفته رفته بالا پشته. هرچی هم صداش میکنم جوابمو نمیده. این از حال روز برادره، این از کارهای تو، این هم شده آخر عاقبت زندگی من. دیگه همه چی درست میشه، نیما هم احتیاجی به دکتر نداره. خدایا من از عذاب قیامت نجات. چقدر بهت گفتم اینقدر قصه نخور؟ خودتو پیر کردی که چی بشه؟ همش تقصیر اون پدرته که تو رو اینطور بارو بود. خدایا خودت رحم، انشالله که اتفاقی نیفتاده باشه. نیما، 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 مامان باز چی شده؟ سریع آمبولانس خبر کن. ای وای، بازم نیمه حالش به هم خورده. نیمه
میدونم در شرایط سختی هستید. خودتونم معتقدید که نیما خودکشی نکرده. دلیل حضورتون در اینجا هم همینه. اما کمی تحمل کنید. خوب به حرفام دقت کنید. فکر میکنید چرا این اتفاق افتاد؟ والا چی بگم؟ از کجا شروع کنم؟ کدوم حرف اجازه دارم که بزنم؟ شاید من بهتر بتونم کمکتون کنم. بعد از فوت پدرم که برای نیما یک پدر نمونه بود و ارتباط عجیبی با هم داشتن، نیما خیلی سختی کشید تا بتونه باور کنه که دیگه دوستی به اسم پدر نداره. فکر میکنید دلیل اصلی افسردگی نیما همین بوده؟ مشکل اصلیش این بود که دوستای زیادی نداشت. با همسنای خودش هم خیلی دیر ارتباط برقرار میکرد. مشکل مالی چی؟ داشتید؟ خیلی زیاد. من این دوتا بچه رو با خون دل بزرگ کردم. من پیشنهاد دادم که نیما رو پلوی روانپزشک ببریم که افسردگیش به جایی باریک نکشه. همین کارم کردیم. گفتم این کارو نکنیم. فردا جلوی دهن مردمو نمیشه گرفت. میگم بچه‌م دیوونه است. اما گوش نکرد. از وقتی هم که شروع کرد به خوردن داروها، نیمای من دیگه اون نیمای سابق نبود. میشه گفت یه جورایی به اون داروها اعتیاد پیدا کرده بود. چرا به پشتبان میرفت؟ چون میدونست من نمیتونم برم پشتبون. اونجا برای خودش خلوتی درست کرده بود. از اون بالا بچه های تو کوچه رو نگاه میکرد که با هم بازی میکردن. حسرت میخورد. دفلی بچه هم بچگی خوبی نداشت. البته منم خودم رو مقصر میدونم، چون خیلی ازش غافل شده بودم. حالا از نظر شما چه چیز یا چه کسی باعث شد تا نیما جونش رو دست بده؟ روان پزشکش که اونو موش آزمایشگاهی کرده بود. من که میدونم شما کاری نمی کنی، ولی مطمئنم که اون تقاص اعمالش رو پس میده. شما مطمئن باشید ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. خوش مادر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا. از اینکه به من وقت ملاقات دادید خیلی ممنون. خواهش میکنم. من فکر میکنم وظیفه هر شهروندی که به پلیس کمک کنه. ما که دیگه جای خود داریم، پزشک هستیم. شما لطف دارید. آخر وقته و میدونم شما هم خسته هستید. به همین دلیل میرم سر اصل مطلب. خبر دارید که یکی از بیماراتون فوت کرده؟ کدوم یکیشون؟ نیما دلشب احتمالا خودکشی کرده. من واقعا متاسفم. چه کمکی از من برمیاد؟ من خیلی مشتاقم بدونم شما معمولاً برای این نوع بیماراتون چه داروهایی رو تجویز میکنید؟ طبیعتاً ما از داروهایی استفاده میکنیم که مورد تاییدی وزارت بهداشت باشه. البته اگر بخواید دقیق تر جوابتون بدم باید تقویده پزشکی مرحوم بودم. اجازه بدید؟ بله بله، من سریعا خودمون میرسونم. لازم نیست. اگه بازم با ما همکاری کنید ممنون میشم. من بازم مزاحم شما میشم. خواهش میکنم، در خدمتم. خداحافظ. خداحافظ. چه خبر سلام؟ قربان، یه جسد مشکوک دیگه پیدا شده. علت مرگ مشخصه؟ اونم ظاهرا خودکشی کرده. اما چون اخلاق شما رو میدونستم نمونه رو فرستادم آزمایشگاه. جسد رو هرچی سریع‌تر بفرستید پزشکی قانونی. جوابش رو زود میخوام.
خسته نباشی سروان، چه خبر؟ نتایج عجیبی به دست اومده قربان. اول اینکه بیش از دو هفته است که از هر آبیز شدن جسد میگذره و علت مرگ استفاده بیش از اندازه از مواد نشاط‌آور. خیلی جالبه. ترکیبات این مواد همون چیزایی که باعث مرگ نیما شده. جناب سنگ رحیمی فرمودن تا حالا با این مشتقات برخورد نداشتن. قرار شد نتیجه تحقیقات بیشتر رو بعداً اعلام کنن. گزارشات مفقودین دو هفته گذشته رو بررسی کنید. میخوام هویت مقتول هر چه سریعتر شناسایی بشه. جناب سرگرد، چطور تمام مریضای دکتر سازگار خودکشی میکنن؟ حالا باید بفهمیم دکتر سازگار این داروها رو از کجا و توسط چه کسی به دست میاره. تا تو گزارش مفقودین رو بررسی میکنی، من سروان رستمی رو به عنوان بیمار میفرستم سراغ دکتر سازگار تا بتونه برامون اطلاعات بیشتری به دست بیاره. امر دیگه نیست قربان؟ نه، فقط فراموش نکن زمان زیادی نداریم. حتما. موفق باشی. بابت فوت برادرتون جدا متاسفم. نیازی به تأسف نیست، خصوصا از جانب شما. منظورتون چیه؟ من از همه چی اطلاع دارم. مثلا؟ من خوب میدونم که شما چه نقشه‌ای زیر سر دارین و مریضاتون رو موش آزمایشگاهی کردین. خیلی هم خوب میدونم داروهایی رو که میسازین مصرف پزشکی نداره. جالبه. میشه به من بگید شما که خودتون رو انقدر متخصص میدونین، لطف کنید بگید این داروها مصرفش چیه؟ شما حتی هنوز داروهای مخدری رو که فرمول درستش رو به دست نیاوردین تجویز میکنی. ببین خانم محترم، من وقت اضافه ندارم با شما تلف کنم. بفرمایید بیرون. بیرون. باشه، هر طور که شما مایلی. ولی فقط فکر میکنم پلیس بعدش نیاد بدون داروهای برادر من از کجا تهیه میشده. با یه قهوه چطوری؟ قربان بشی جاب سرمان. سرت که شلوغ نیست؟ خیر قربان، ام بفرمایید. یه دونه از اون پرونده هایی برات دارم که خیلی بهشون علاقمندی. کمی پیچیده است. با یک مظنون که یک دکتر روانشناس خلافکاره. البته خیلی هم باهوشه. یه پرونده با نقاط مبهم و تاریک که باید اونا رو برام روشن کن. ماموریت من چیه قربان؟ در حال حاضر دوتا جسد داریم که ظاهرا خودکشی کردن. اما آزمایش‌ها نشون میده که به شدت تحت تاثیر نوع جدید و ناشناخته ای از داروهای روانگردان بودن. در ضمن یه منشی داریم که مفقود شده و یه دختر جوان داریم که به علت مرگ مغزی رو تخت بیمارستانه. البته با مرده چندان فرقی نداره. نکته جالب اینه که همه اینا به نوعی با این دکتر ما در ارتباط بودن. یا به اون مطب رفت آمد میکردن، یا تحت درمان اون دکتر بودن، یا از داروهایی که این دکتر تجویز کرده استفاده میکردن. چه دستوری میفرمایید قربان؟ من باید چی کار کنم؟ این مثلا دکتر به مریضای پولدار که افسردگی دارن علاقه خاصی داره، مخصوصا اونایی که تازه از خارج اومدن. اون دیگه بسته به هنر خودت که چجوری بتونی از اونجا اطلاعات جمع آوری کنی. چه کسانی اونجا رفت آمد دارن، چه مریضای اونجا میرن، معمولا چه نوع داروهایی برای مریضاش تجویز میکنه. خلاصه هر چی که هست. چقدر فرصت دارم قربان؟ هر چی زودتر بهتر. اطلاعات بیشتر رو سروان فروتن در اختیارت میذاره. اطلاعات قربان، من تمام تلاشمو میکنم. اجازه میفرمایید؟ Thank you.
میشم خانم. امامی هستم، وقت گرفته بودن. پرونده دارین؟ نه خیر. اینو پر کنید لطفا. مشکلتون چیه؟ فکر میکنم افسردگی دارم. چند وقته؟ از وقتی اومدم ایران اصلا حال خوبی ندارم، دائم کابوس میبینم. بعدم همش فکر میکنم همه میخوان ارث پدریمو از من بگیرن. چند تا سوال هست، لطف کنید صادقانه جواب بدید. بشین. ممکنه یک ساعت طول بکشه. باشه، مهم نیست. من چی میکشم خانم؟ به من ارتباطی نداره شما چی میکشین، مطب و ریخ به هم. از تو با یه مش دیوونه طرفین. خانم شما اینجا نشستین که مشکل همین مردم رو حل کنین، این چه طرز صحبت کردنه؟ به شما ربطی نداره خانم، من جوابی نباید به شما بدم. چرا اتفاقا وظیفه دارین؟ میدونین که میتونم ازتون شکایت کنم؟ هر کاری دلتون میخواد بکنید. حتما. من باید قوی باشم. من باید قوی باشم. مگه اون موقع ها خودم تنهایی نمی اومدم اینجا؟ ولی خب اون موقع ها سرایدار داشتم. چرا اینقدر دیر اومدی؟ فکر کنم خونم رو تحت نظره. نمیدونم الانم که داشتم میمدم بیرون مثل اینکه دنبالم بودم. مجبور شدم اینقدر شهر رو دور بزنم تا گمم کنن.